سرخط خبرها. آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا پیش از انتخابات، ترامپ و بایدن یکدیگر را به فساد مالی متهم کردند. حمله طالبان به قرارگاه ارتش افغانستان در ولایت نیمروز، 20 نظامی کشته شدند. توزیع 600 هزار انسولین قلمی در ایران از فردا، دولت میگوید برای تامین نیازهای ضروری طرح کالا در برابر نفت را شروع میکند. و امید و خاطرات دوران بارداری یک پناهجوی افغان از اردوگاه موریا پیش از آتش سوزی. سلام به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. دومین و آخرین مناظره دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. پنجشنبه شب به وقت آمریکا، بامداد امروز به وقت تهران و لندن، دونالد ترامپ و جو بایدن باز هم رو در روی هم قرار گرفتند. بعد از مناظره پرتلاطم و آشفته سه هفته پیش این دو، این مناظره با نظم و آرامش برگزار شد و در آن دونالد ترامپ و جو بایدن یکدیگر را به فساد مالی متهم کردند. هادی نیلی خبرنگارمون از واشنگتن گزارش میده. آخرین بار که دونالد ترامپ و جو بایدن به طور حضوری روبروی هم قرار گرفتند تا پیش چشم رای دهندگان آمریکایی همدیگر را نقد کنند و تلاش کنند رای آنان را جلب کنند، در نشویل تنسی. واپسین تلاش ها کمتر از 12 روز مانده به پایان ماراتون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بعد از آن مناظره پرتلاطم و آشفته سه هفته پیش، این بار مناظره با نظم و آرامش برگزار شد. شورای برگزاری مناظره ها اعلام کرده بود اگر کسی از این دو نامزد بخواهد در آغاز بحث بر سر هر موضوع بیش از 2 دقیقه حرف بزند یا در حرف دیگری بپرد، صدای او را قطع می کنند. تهدیدی که در عمل هم استفاده نشد. خیلی ها مجری مناظره کرستن ویلکر از شبکه NBC را برنده این مناظره خواندند که توانست نظم جلسه را نگه دارد. رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا و رقیب دموکراتش در این مناظره اختلاف نظرهایشان را درباره کرونا، تغییر اقلیمی، نژادپرستی در آمریکا، نظام درمانی و همچنین امنیت ملی به نمایش گذاشتند. ادعای دخالت کشورهای دیگر در انتخابات آمریکا هم در این مناظره مطرح شد، موضوعی که حالا دیگر بیش از 4 سال است مرتب به میان می‌آید. من روشن گفتم هر کشوری، مهم نیست که چه کشوری باشه، بخواد دخالت بکنه در انتخابات آمریکا، هزینه‌اش رو خواهد داد. این رو بسیار روشن گفتیم. اصلا کاری به انتخابات قبلی ندارم. این انتخابات اگه روسیه مداخله کرده، چی مداخله کرده و حالا فهمیدیم که ایران هم دخالت کرده، این کشورها هزینه‌اش رو خواهند پرداخت اگه من رئیس جمهور بشم، چون اونها دخالت کردن در حاکمیت ملی آمریکا. اتفاقی که الان داره میفته اینه که اونها دخالت کردن در حاکمیت ملی آمریکا. تا اونجایی که من میدونم رئیس جمهور هیچ حرفی راجع به این مسئله به پوتین نزد. من فکر نکنم حتی یه حرف به پوتین نزد. من نمیدونم چرا با پوتین همچین چیزی راجع به این موضوع نگفت. و نمیدونم اخیراً به ایرانی هم چی گفته. حدس میزنم که فکر میکنم با ایرانی ها شاید بیشتر بتونه صریح و لهجه تر باشه. ولی نکته اصلی اینه، مردم آمریکا، ما در موقعیتی الان هستیم که کشورهای دیگری رو داریم که سعی میکنن در انتخابات ما دخالت میکنن. جواب بدم، جو 3.5 میلیون دلار از روسیه گرفت که از پوتین اومد، برای اینکه او با شهردار سابق مسکو، زن شهردار سابق مسکو رابطه خیلی نزدیک داشت. خانواده تو 3.5 میلیون دلار از روسیه گرفتن. باید یه روزی توضیح بده که این 3.5 میلیون واسه چی گرفتیم. من از روسیه پول نگرفتم. اما در مورد نکته دیگر که شما گفتید، من چیزی در این باره نمیدونم. جان رتکلیف که خیلی هم آدم خوبی هست، گفتش که هر دوی اونها میخوان استفاده کنند، دخالت کنند. هیچ کس از من سختگیرتر با روسیه نبوده از نظر تحریما. هیچ کس، تحریمایی که ما علیه روسیه گذاشتیم، تمام کاری که من با ناتو کردم، الان 130 میلیارد دلار اضافه کشورهای ناتو دارن پرداخت میکنن به خاطر مواجه شدن با روسیه. در این مناظره دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا همدیگر را بارها به فساد متهم کردند. دونالد ترامپ مسئله فعالیت‌های اقتصادی پسر جو بایدن را بارها پیش کشید و گفت ایمیل‌های وحشتناکی وجود دارد که نشان می‌دهد خانواده بایدن با چطور پول‌های سر و کار دارد
جو بایدن هم در مقابل گفت که صورت حساب‌های مالیاتیش را منتشر کرده که نشان می‌دهد پولی از خارجی‌ها نگرفته. او به دونالد ترامپ تاخت که چرا صورت حساب‌های مالیاتیش را منتشر نمی‌کند و پرسید که چه چیزی برای پنهان کردن دارد. نظرسنجی‌ها در ماه‌های اخیر به طور نسبتاً ثابتی جو بایدن را در وضعیتی بهتر از دونالد ترامپ نشان می‌دهد. رقابتی که البته در ایالت‌های حساس و تعیین کننده نزدیک‌تر است. تا کنون حدود 50 میلیون نفر با پست یا حضوری رای دادند. حدود 1/3 جمعیتی که برآورد می‌شود این دوره رای بدهند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. بهمن کلبسی همکارم در نیویورک با ما تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. روزنامه‌های امروز بریتانیا هیچ کدام از دو نامزد رو برنده مطلق این مناظره ندونستند، ولی گفتند که آقای بایدن عملکرد بهتری داشته. چه داده‌هایی وجود داره که بشه بر اساسش قضاوت کرد که کی برنده مناظره بوده دیشب؟ بهمن، در مقایسه با مناظره قبلی باید گفت که آقای ترامپ دست کم اون برخوردهای تندی که رخ داد، به خصوص تعداد دفعاتی که در حرف همدیگر میپریدن رو کمتر داشت. در نتیجه ظاهر قضیه این بود که آقای ترامپ در مقایسه با دفعه قبلی بهتر عمل کرد، ولی داده هایی که داریم یه سری نظرسنجی های علمی است که بلافاصله بعد از پایان مناظره از مخاطبین مناظره انجام میشه و 3-4 تایی که منتشر شد و همه نشون میداد که از دید اونهایی که این مناظره رو دنبال کردن آقای بایدن بهتر عمل کرده بوده. در نتیجه اونها تنها داده‌ای است که ما میتونیم بر اساسش قضاوت بکنیم، ولی باید یادآوری بکنیم که 4 سال پیش هم هر 3 مناظره رو، این بار که آقای بایدن و آقای ترامپ فقط دو مناظره داشتن، برای اینکه مناظره میانی رو به خاطر مبتلا شدن آقای ترامپ به کرونا برگزار نکردن، ولی هر 3 مناظره رو 4 سال پیش خانم کلینتون بر اساس همین داده‌ها برد و در نهایت هم در انتخابات پیروز نشد. در نتیجه نباید این رو مساوی با موفقیت در روز انتخابات یا در پایان رأی‌گیری دونست، ولی به هر حال بهتره برای هر کاندیدایی که در نهایت بازنده نباشه از دید اونهایی که دنبال کردن این مناظره رو، و این داده ها نشون میده که آقای بایدن از دید بینندگان عمل کرده بهتری داشته. دقیقاً با توجه به اینکه خب خیلی ها رأی خودشون رو دادن و یا خیلی ها هم تصمیمشون رو گرفتن، چقدر این مناظره تأثیر میگذاره، میتونه تأثیر گذار باشه بر نتیجه انتخابات؟ قطعاً بی تأثیر نیست، ولی تأثیرش از مناظره اول که تعداد خیلی کمتری رأی داده بودن و عملاً نظرشون رو اعلام کرده بودن کمتر هست. همونطور که در گزارش هادی هم آمد، بالای 50 میلیون نفر رای دادن و ما هنوز 11 روز دیگه داریم که افراد میتونن زود هنگام رای بدن یا در خود روز انتخابات رای بدن. در نتیجه انتظار میره که بخش بزرگی از جامعه، چه اونهایی که رای دادن چه اونهایی که در نظرسنجی مشخصه مرددها تعدادشون بسیار بسیار کمه، اکثریت قاطع تصمیمشون رو گرفتن و مشخصه که تأثیر این مناظره نسبت به مناظره قبلی خیلی کمتره. آقای ترامپ وارد این مناظره شد با این واقعیت که عقب هست در نظرسنجی ها و باید معادلات رو تغییر میداد چون زمان کمه، و آقای بایدن هم وارد این مناظره شد با این هدف که وضعیت فعلی رو حفظ بکنه. به نظر میاد که اگر بر اساس این داده‌هایی که وجود داره بخوایم قضاوت کنیم، وضعیت فعلی همچنان حفظ شده و او در نظرسنجی ها همچنان پیش است، و با توجه که تعداد بیش از 1/3 کسانی که در انتخابات قبلی رای دادن همین الان رای دادن، طبیعتاً کار آقای ترامپ در روزهای گذشته، در روزهای آینده، این 10-11 روز یه مقداری سخت‌تر هست. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. در حمله طالبان به یک قرارگاه ارتش افغانستان در خاشرود ولایت نیمروز دست کم 20 سرباز کشته شدند. مقام‌های محلی گفتند طالبان 6 سرباز را با خود برده و پاسگاه را هم تصرف کردند. طالبان در شمال شرق ولایت تخار هم ولسوال اشکمش را با خود بردند. در همین حال والی هلمند در جنوب گفته درگیری نیروهای افغان و طالبان پس از حدود 2 هفته در حوالی لشکرگاه تمام شده. نسرین نوا همکارم از کابل با ما جزئیات بیشتر حمله به پایگاه ارتش در نیمروز و حمله هوایی در تخار رو به ما بگو. نسرین، در حمله‌ای که طالبان در ولایت نیمروز ولسوالی خاشرود انجام دادن دیشب ساعت 1 شب اتفاق افتاده. ولسوال خاشرود گفته که این افراد طالبان وارد قرارگاه نظامی شدند و این قرارگاه را تصرف کردند، دوربر را تخریب کردند و با خودشان 6 نفر از نیروهای ارتش را بردند که 3 نفرشان زخمی بودند و در این حمله 20 نیروی ارتش هم کشته شده.
ده روز قبل هم طالبان به همین قرارگاه حمله کرده بودند که در نهایت 13 نیروی ارتش کشته شده بود. در شمال شرق در ولایت تخار هم در ولسوالی خواجه‌غار یک حمله هوایی دولت باعث شده که 7 عضو یک خانواده زخمی بشن. یک مقام محلی گفته که بمب به خانه‌ای در نزدیکی خانه ولسوال نامنهاد طالبان اصابت کرده. اینا تنها رویدادهای امنیتی اخیر نبوده، تنها درگیری ها نبوده. کمیسیون حقوق بشر گفته یافته‌هایشون ثابت میکنه که طالبان با پرتاب یک هاون در بازار شیرین تگاب فاریاب هم باعث کشته شدن 4 زن و زخمی شدن 4 کودک و 7 مرد شدن. و همینطور طالبان طور که گفتین در اشکمش تخار ولسوال را با خودشان بردن. بنابراین در یکی دو هفته گذشته خصوصا چند روز قبل درگیری ها بین دو طرف بسیار زیاد بوده، هم حالت دفاعی و هم حالت هجومی، اما هر دو طرف همدیگر را متهم میکنن و میگن که حالت خودشان فقط دفاعی هست و طرف مقابل به اونا حمله کرده. با این وجود در هلمند پس از 2 هفته جنگ وزارت دفاع گفته که حالا شدت جنگ پایین شده، در شهر و همای شهر لشکرگاه دیگه درگیری نیست مستقیما، ولی خب عملیات تصفیه ادامه داره و نیروهای امنیتی سعی میکنن زمینی برگشتن 70,000 بیجو شده رو به خانه هایشان مساعد بکنن. این واکنش های زیادی رو داشته این حملات اخیر و کمیسیون حقوق بشر هم امروز اعلامیه منتشر کرده، خواستار شناسایی عاملان حمله بر غیر نظامیان شده و از هر دو طرف خواسته که هرچه زودتر به این خشونت ها پایان بدن. متشکرم از تو نسرین نوا در کابل. آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران بر اساس منابع رسمی برای پنجمین روز متوالی بیش از 300 نفر اعلام شد. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 335 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت ایران هم گفته 88% کسانی که بر اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست می‌دهند سالمندان یا افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند. وزارت دارایی آمریکا ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. این وزارتخانه گفت آقای مسجدی از فرماندهان سپاه است و گروه‌هایی را هدایت و حمایت می‌کند که مسئول کشته شدن نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در عراق هستند. استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا هم گفته نیروی قدس سپاه پاسداران اعضای خود را به عنوان سفیر در کشورهای منطقه خلیج فارس منصوب می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی حرفهای زنانی را منتشر کرده که آیدین آقداشلو نقاش سرشناس ایرانی را به حمله و آزار جنسی به خود متهم کردند. بر اساس این گفته‌ها این آزارها در یک دوره 30 ساله اتفاق افتاده و در مورد یک هنرآموز 13 ساله آقای آقداشلو هم آزار جنسی دیده است. در گزارش نیویورک تایمز آمده بعضی از 13 زنی که با آنها در این زمینه مصاحبه شده گفتند رفتار آقای آقداشلو به شدت بر زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها تأثیر گذاشته و در موردی باعث شده یکی از آنها برای همیشه از عرصه هنر نقاشی خارج شود. فرناز فصیحی گزارشگر نیویورک تایمز با 45 نفر در این تحقیق مصاحبه کرده که گفتند همه در محافل هنری از این رفتارهای آقای آقداشلو با خبر بودند. در میان این مصاحبه شونده ها شماری از هنرآموزان کلاس های نقاشی او، یک دستیار قدیمی او، صاحبان گالری های نقاشی و هنرپیشه های زن هم به چشم می‌خورند. آقای آقداشلو به درخواست های نیویورک تایمز برای مصاحبه جواب نداده ولی قاطعانه این گزارش ها را تکذیب کرده و آنها را مملو از اطلاعات غیر دقیق و جعلیات توصیف کرده است. او همچنین نوشته هیچگاه به کسی حمله نکرده یا آزار جنسی نرسانده یا از کسی سوء استفاده نکرده است. آیدین آقداشلو در ضمن اضافه کرده خود را انسان کاملی نمی داند و اگر رفتارش برای کسی توهین‌آمیز و آزاردهنده بوده عمیقا معذرت می خواهد. پیشتر هم سارا امتعلی خبرنگار پیشین که حالا خارج در واشنگتن زندگی می کند آقای آقداشلو را متهم کرده بود 14 سال پیش به او تعرض جنسی کرده است. تلاش ما در بی بی سی فارسی برای تماس با آقای آقداشلو در این زمینه ادامه دارد.
سازمان غذا و داروی ایران از توزیع 600 هزار انسولین قلمی از فردا 3 آبان ماه خبر داده. نایاب شدن داروی انسولین رونق بازار سیاه و قاچاق این دارو به کشورهای همسایه طی روزهای اخیر جنجالی شده بود. دولت برای واردات دارو ارز 4200 تومانی میدهد و گفته شده این یکی از دلایل رونق قاچاق دارو به خارج از ایران است. دولت اما تحریم‌های آمریکا را مسبب کمبود دارو میداند و میخواهد برای تامین کالاهای اساسی طرح کالا در برابر نفت را آغاز کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. چند ماه است که خرید انسولین داروی حیاتی کنترل قند خون برای بیماران دیابتی دشوار شده. مسئولان وزارت بهداشت تحریم‌های آمریکا را عامل اصلی این مشکل می‌دانند. اما آمریکا می‌گوید تحریم‌ها شامل غذا و دارو نمی‌شود. برابر آمار گمرک ایران هم ارزش واردات انسولین در 7 ماه اول امسال رشد داشته. سازمان غذا و داروی ایران حالا از توزیع 600 هزار انسولین قلمی از روز شنبه 3 آبان در داروخانه های کشور خبر می دهد. انسولین های قلمی با قیمت ارزانتر نسبت به گذشته عرضه می شوند و بیماران می توانند با ارائه کارت ملی انسولین را از داروخانه های منتخب دریافت کنند. بیماران می توانند از طریق اپلیکیشن یا سامانه تیتک نوع انسولین مورد نیاز خود و نزدیکترین داروخانه عرضه کننده آن را پیدا کنند. نایاب شدن انسولین قلمی در داروخانه ها بازار سیاه این دارو را رونق داده. اخیراً هم خبری درباره توقیف 19 کامیون حاوی دارو در عراق منتشر شد. داروهایی که به گفته مقام‌های عراقی از ایران قاچاق شده بودند. منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی پافشاری بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دارو را دلیل پرسود شدن قاچاق دارو به خارج از ایران می‌دانند. سیاست فشار حداکثری آمریکا درآمدهای ارزی ایران را محدود کرده و حالا دولت برای تامین کالاهای اساسی هم با مشکل جدی روبروست. راه حل دولت سیاست از قبل آزموده شده نفت در برابر کالا. این تهاتر چند تا ویژگی داره برای کشور ما، به خاطر اینکه اولا ما به اون صورت کلاسیک نیاز نداریم که به مبادله ارز و مبادله مالی بین سیستم‌های کلاسیک مالی دنیا انجام بدیم. خب همونطور که مردم عزیز می‌دونن، بالاخره دولت آمریکا تمام تلاشی کرده که مبادی انتقال پول ما رو جلوش بگیره و این خب یک فشار مضاعفی رو به تجارت کشورمون وارد کرده. تهاتر نفت و کالا در حالی رسما اعلام می‌شود که جمهوری اسلامی مدت هاست به خاطر تحریم‌های بانکی نمی‌تواند برای نفت خود پول دریافت کند و در ازایش از کشورهایی مانند ونزوئلا و سوریه کالا دریافت می‌کند. از سوی دیگر خرید نفت ایران هم از سوی آمریکا تحریم شده و هنوز مشخص نیست که ایران با چه سازوکاری می‌خواهد نفت خود را بفروشد و کالا بگیرد. شیدا هوشمندی، BBC. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در آخرین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، بایدن و ترامپ یکدیگر را به فساد مالی متهم کردند. در حمله طالبان به قرارگاه ارتش در ولایت نیمروز افغانستان 20 نظامی کشته شدند. در ادامه این برنامه، امیدها و خاطرات دوران بارداری یک پناهجوی افغان از اردوگاه موریا. دیشب ویدیوی دلخراشی از کتک زدن یک زن جوان در آبادان در شبکه‌های اجتماعی ایران هزاران بار دست به دست شد. خبرگزاری قوه قضاییه ایران گزارش داده ماموری که در فیلم به این زن جوان تعرض می‌کند بازداشت شده. امروز هم در ویدیوی شامل سخنانی از این زن منتشر شد که آنها هم واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. پویا قربانی همکارم شبکه‌های اجتماعی را دنبال کرده، بیشتر از خود این ماجرا بهمون بگو پویا. ویدیویی که دیشب منتشر شد همونطور که گفتی هزاران بار دیده شده و بسیاری رو به واکنش واداشته. در این ویدیو من جزئیات رو میگم. دو زن دیده میشن که یک زن جوان رو بر روی زمین نگه داشتن و دارن کتکش میزنن. یک مرد دیگه در ویدیو هستش که دست این زن جوان رو گرفته و مرد دومی با لباس حراست و باتونی که به دست داره هم با باتون و هم با دست بدن این زن رو لمس میکنه، موضوعی که واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو به همراه داشته. من یه هشداری بدم به مخاطبان، اگر توضیحات من اونها رو کنجکاف کرده برای جزئیات بیشتر ولی نمی‌خوان ویدیوی دلخراش رو ببینن، هم میتونن به این
ویدیویی که به صورت محو شده ما منتشر میکنیم بسنده کنن، یا اینکه در وبسایت ما جزئیات بیشتری رو بخونن ولی این ویدیو رو نبینن. برگردیم به صحبت. این زن به خانه کسی رفته که گفته شده که از مدیران شرکت نفت. ما میدونیم این ویدیو در محله بریم در آبادان ضبط شده. محله بریم از محله‌هایی هستش که معمولاً ساکنان اون کارکنان شرکت نفت هستن. اینکه چرا این زن به این خونه مراجعه کرده سوال اساسی که خیلی ها مطرح میکنن و جوابهایی به اون داده میشه که ممکنه بعضی شایعه باشه، ممکنه بعضی به حقیقت نزدیک باشه. از جمله اینکه مثلا روایت رسمی که مقامات قضایی ایران اعلام کردن اینه که این زن به دلیل مطالبات مالی از صاحب این خونه به این خونه مراجعه کرده و میخواسته با خانواده او صحبت کنه. اما شایعاتی حالا تا الان به عنوان شایعه ما بگیم هستش که مثلا این زن مورد تجاوز قرار گرفته، یا اینکه او باردار شده و به همین دلیل برای رسوا کردن این مرد به در این خونه رفته. چیزی که در دو ویدیوی بعدی که امروز منتشر شده و یکیش رو صدا و سیما تقریبا کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی و توییتر داغ شد منتشر کرد، با صورت این زن که به صورت محو شده منتشر شد، و ویدیوی دیگری که تدوینی از چهره او و گفته های او با مردی هستش که ادعا شده که پدر این دختر است. اول به ویدیوی صدا و سیما بپردازیم. در این ویدیو این خانم که با چهره محو شده صحبت میکنه اشاره میکنه که خواسته هاش رو از طریق قانونی دنبال میکنه و از مردم خواسته به شایعات توجه نکنن و او باردار نیست. در ویدیوی بعدی پدر مردی که در حقیقت ادعا میشه پدر این دختر هست صحبت از این میکنه که این دختر قرصهای بیماری اعصاب و روان مصرف میکنه و شاید به همین دلیل کنترل رفتارش رو از دست داده. این نکته ای هستش که باز دوباره به موج واکنش ها دامن زده. اینکه آیا اگر کسی حالا به عنوان بیمار اعصاب شناخته بشه آیا مجوز کتک زدنش به این شکل فجیع هست یا نه، یک موضوع است. موارد دیگه ای هستش که مثلا بسیاری در حقیقت عدم اطمینان به روایت رسمی، اون چیزی که از طریق صدا و سیما داره عنوان میشه و مراجع دیگر رو، این عدم اطمینان رو دارن میگن و اشاره میکنن به عملکرد این مثلا صدا و سیما یا نهادهای دیگه در مواردی که منجر مثلا شد به انتشار اعترافات اجباری یا مصاحبه هایی که به نوعی اجباری بود، از جمله مثلا با بعضی از خانواده های کشته شده های هواپیمای اوکراینی که با پدافند سپاه سردنگون شدن. بعداً مشخص شد که بعضی از این خانواده ها به اجبار جلوی دوربین قرار گرفته بودند. اما از اینکه بگذریم، ما سه تا در حقیقت نقل قول از مقامات رسمی داریم. یکی فرماندار آبادان هستش که گفته تمام زنان و مردانی که در این ویدیو دیده میشن دستگیر شدن، هرچند بعضیشون به قید وثیقه آزاد شدن. رئیس دادگستری استان خوزستان رو داریم که گفته اون مأمور حراستی که اون کار به گفته اون ناش بسیار ناشایست رو انجام داده بازداشت شده و در زندانه. و دادستان عمومی انقلاب آبادان که گفته افرادی که فیلم این حادثه رو منتشر کردن به زودی دستگیر خواهند شد. دوباره این موضوع دامن زده به واکنش ها که آیا برای لاپوشانی موضوع هستش که داره این موضوع مطرح میشه. و خیلی سریع بگم که هشتگ دختر آبادان در پی این ویدیو بسیار داغ شد و داریوش معمار که سردبیر سایت فیروس هست و اینو منتشر کرده گفته به خاطر نگرانی از لاپوشانی در پرونده شکایت این دختر بوده که این ویدیو رو منتشر کرده. متشکرم از تو پویا قربانی. تعدادی از کشورهای اروپایی محدودیت‌ها برای مقابله با شیوع کرونا را باز هم شدیدتر کردند. در ایتالیا در منطقه لاتسیو هم که شامل روم پایتخت این کشور می‌شود، منع عبور و مرور شبانه برقرار شده. در بریتانیا نزدیک به 6 میلیون نفر از جمله ساکنان شهر منچستر از امروز با قوانین سختگیرانه‌تری روبرو می‌شوند و مردم ولز هم به مدت 17 روز قرنطینه می‌شوند. بلژیک هم حضور تماشاگران در مسابقات حرفه‌ای ورزشی را ممنوع کرده. بزرگترین اردوگاه پناهجویان در اروپا 6 هفته پیش بر اثر آتش سوزی ویران شد. بیشتر مهاجرانی که در این اردوگاه بودند حالا در اقامتگاه های موقت هستند. تولیب مازومدار خبرنگار بی بی سی که سال گذشته از اردوگاه موریا گزارشی تهیه کرده بود، حالا پس از 1 سال با زنی افغان گفتگو کرده که در آن زمان باردار بود و در این اردوگاه زندگی می‌کرد.
این درباره بچه‌هایی که در اردوگاه موریا گیر افتادند. به یاد آوردن زندگی در اردوگاه بدنام موریا. زینب چند ماه پیش از آن که موریا خاکستر شود از این اردوگاه منتقل شد. با این حال یاد آن چه روی داده در ذهنش نقش بسته و باقی است. میدونی مثل که در جهنم زندگی کنی. من زینب را زمستان سال گذشته وقتی در ماه‌های آخر بارداریش بود در اردوگاه بزرگ و کثیف موریا دیدم. این چادر منه. من نمیتونم با بچه‌م اینجا سر کنم. سلام زینب، خیلی خوشحالم که دوباره میبینم. خیلی ممنونم. 10 ماه گذشته و حالا زینب یک دختر سالم و سرحال دارد. سلینا کوچولو ماه ژانویه در بیمارستانی نزدیک موریا سالم به دنیا آمد. وقتی که سلینا رو روی قلبم گذاشتن مثل این بود که انگاری همه چی رو فراموش کردم. دنیای تازه رو دیدم. فرزندم رو دیدم. حالا که اونو دارم باید ازش مراقبت کنم. And you should be careful of it and you should take care of it. این خانواده حالا در آپارتمانی یک خوابه در روستایی خارج از آتن زندگی می کنند. یک سال پس از رسیدن به اینجا از افغانستان جنگ زده، همچنان در انتظار نتیجه درخواست پناهندگیشان هستند. در این دوره اجازه کار ندارند، ولی برای خرید مایحتاج اولیه پول دریافت می کنند. ما میخواییم برای سلینا یه زندگی بسازیم، ولی نمیتونیم چون اینجا گیر افتادیم و آینده‌ای نداریم. شاید باید به یه کشور دیگه بریم، جایی که پناهجوی کمتری باشه و اونجا در امان باشیم. خانواده زینب یکی از خوششانس هاست. آتشی که به جان اردوگاه موریا افتاد یک شبه 12,000 نفر را بی سر پناه کرد. جمعیت بزرگی از کسانی که از موریا تخلیه شدند در اردوگاه‌های موقت اسکان داده شدند. رهبران اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا با تصویب قوانینی تازه به درخواست پناهندگی در 12 هفته رسیدگی کنند و کسانی که پذیرفته نمی‌شوند را زودتر بازگردانند. همچنان خوشحالی که افغانستان را به قصد اروپا ترک کردی؟ بله، همین ماه گذشته تمام خانواده‌ام و همه روستا خونه‌هاشون رو ترک کردن چون طالبان حمله کرده بود. مطمئنم اگه اونجا بودن همه خانواده‌ام کشته می‌شدن. انتظار طولانی آنها برای دریافت نتیجه درخواست پناهندگیشان همچنان ادامه دارد، ولی زینب مصمم است که بهترین ها را برای شروع زندگی فرزندش فراهم کند. سلینا لیاقتش رو داره که همه چیز در زندگیش داشته باشه. من به خودم و به همسرم اعتقاد دارم که میتونیم در آینده این کار رو براش بکنیم. تیولت مزمدا، BBC نیوز. برسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.